همراه میشیم با رضا گوهرزاد روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از ارواین کالیفرنیا آقای گوهرزاد خوش آمدید نظر شما چیست نظر شما به نظر آقای ترامپ نزدیک است یا دادگستری ایالات متحده درود من بر شما و سپاس از دعوت به برنامه نظر من به قانون اساسی آمریکا نزدیک است امروز روز غمگینی برای آمریکا بود چون رئیس جمهور آمریکا متهم می شود که جرمی را انجام داده روز خوشحال کننده ای برای مردم آمریکا بود برای اینکه سا... گفته میشه که هیچ کس بالاتر از قانون نیست همین حرفی که آقای مایک پنس هم در سخنانش به زبان آورد و دیدیم که چگونه بحث جدایی قانون از رئیس جمهور رو مطرح میکنه که قانون اساسی آمریکا بالاتر از هر کسی است چه در کیفرخواست امروز آمده همه نشون میده که به گونه ای میدونید که آقای ترامپ در سه دادگاه دیگر هم دارای کیفرخواست هست و یک دادگاه دیگر هم به زودی دادگاه انتخابات جورجیا ایشون رو با کیفرخواست روبرو خواهد کرد ولی به نظر میرسه که دادستانها و دادگاه های این بخش در این چند دادگاهی که مورد نظر هست با هم یک توافق نانوشته دارن چرا که این پرونده و حوزه قضایی که اون داره درش مطرح میشه و جرمی که داره مطرح میشه بالاتر از هر جرمی است در اون سه مورد دیگر و دو مورد دیگر و مورد بعدی که ممکن است مطرح بشه به این ترتیب این دادگاه اگر زود بتونه پیش بره و به نتیجه برسه آقای ترامپ رو بسیار دور خواهد کرد از به دست گرفتن قدرت در آینده به عنوان یک رئیس جمهور آقای گوهرزاد برای جمهوری خود قانون اساسی خیلی مهمه طرفداران حتی ممکنه ترامپ اگر با توجه به ایستادگی که مایک پنس کرد بر سر قانون اساسی فکر می‌کنی اگر ترامپ متهم بشه و مایک پنس تنها گزینه جمهوری خواهد بشه اقبال خواهند داشت طرفداران ترامپ به او نه ببینید داستان اصلا اینطور نیست اینکه شما میفرمایید اینها طرفدار قانون اساسی هستن شاید بتوان گفت که تا چه سال پیش پیش از آمدن آقای رانالد ریگان مسئله آرام آرام به این صورت که حزب برتر از دیگران است و این برتری حزب از سوی هر دو حزب و بالا بردن حزب چه دموکرات چه جمهوری خواه یه مقدار مسئله روز شد و مسئله ای شد که هر دو در میانه جدول حرکت کردند در میانه خط حرکت کردند یکی به راست و یکی به چپ ولی بیشتر میانه روها در قدرت بودن این گونه بود که مردم می تفاوتیشون رو به این مسئله نشون دادند. شما نگاه کنید در حمله به کنگره کجای قانون اساسی و کجای حزب جمهوری خواه یا دموکرات میگه که شما حمله کنین به کنگره آمریکا و اجازه ندهید رأی مردم خوانده بشه رأیی که مردم به رئیس جمهوری دیگری دادن طرح بشه و امضا بشه و رئیس جمهوری جدید کارش رو شروع کنه این به مرحله نوعی از کودتای غیر رسمی در این کشوره به این ترتیب آقای پنس در حال لحظه کنونی یکی این که اگر بخواهند در این دادگاه برود و شهادت بدهد که خود به خود طرفداران ترامپ به او رأی نخواهند داد و دیگر اینکه در گردآوری مالی عقب افتاده و ایشون ممکن اصلا از دور داره. انتخابات کنار بره